صد درصد. اما آقا پرویز نمیدونم اینجوری من فکر میکنم، این در مورد انسان ها فکر میکنه، نه در مورد حیوان ها. این بالا حیوان هم به سونی نگه بهشون جز کنی این حرف رو بزنی، برای اینکه از روزی که این انتری نژاد اومد نشسته، حالا شما فکر کنید چند نفر رو کشتن این جمهوری اسلامی. یکی رو اومدن بگن این مقصر بود، تو زندانه تجاوز کردن، نمیدونم کشتن، یکی رو اومدن بگن این کارو کرده. خانم عزیز ببینین، اجازه بدیم، در جنگ جهانی دوم بالای 50 میلیون انسان کشته شدن. 50 میلیون خانم گوش بدین، بذار من حرفمو بزنم. بالای 50 میلیون انسان کشته شدن و زمانی که جنگ تموم شد و آلمان نازی شکست خورد، دادگاهی رو تشکیل دادن و دادگاه معروف نورنبرگ رو تشکیل دادن. در اونجا 20 و چند نفر به اعدام محکوم شدن و همشون هم اعدام کردن. اگر قرار بود که همون کاری رو که هیتلر کرده بود اینام بکنن، مطمئن باشین که دنیای امروز یه شکل دیگه ای بود. و ترور، این صحبتی که شما دارین میکنین و اون آقا میکرد، نه خانم مشخصا این خانم میدونم مشخصا ترور. آخه من نمیدونم چرا شما، من میدونم عصبانی از دست جمهوری اسلامی اینا آدم کشن، همه اینا رو من قبول دارم، ولی اگر ما همون کار اونا رو انجام بدیم چه فرقی بین اون در ثانی؟ اگر این کار انجام بشه برچسب تروریست به این ملت میزنن و جمهوری اسلامی دنبال این هست، دنبال این هستش که بگه آقا بله خانم. حالا میگم هر کی مایل میتونه بره و خودش به طور مستقل عمل بکنه. دیده نشه. آره بعدم میخواستم اینو بگم. آقا عزیز نمیدونم، من اینجوری فکر میکنم. درسته این جنبش شروع شد با اسم جنبش سبز. بله. بعد که شد روز 3 خرداد که شد، این جنبش رنگ عوض شد. یعنی واقعیت اینا مشخص شد، شد زرد. من اینجوری فکر میکنم. بله یعنی منظور تو مجاهدین شدن؟ نه مجاهدین شدن، جنبش زرد. اونی که به اینا گرایش داشتن که میومدن یا حسینی حسینی کردن، خب خودشون رو هزارجور کردن. یعنی بسیار طرفدار اینا بودن که میگفتن که نه مثلا موسوی باشه احمدی نژاد نباشه، ما میخواییم این تغییر بشه. خیلی ها بودن میگفتن دیگه. این جنبش شکلش رو عوض کرد، شد جنبشه که زرد دل چرکی. اما توی این جریان عاشورا این جنبش من فکر میکنم رنگ نارنجی پیدا کرد. یعنی اگر یک درجه دیگه دل مردم این کاری که کردن روز عاشورا، جوان مردم رو گذاشتن زیر ماشین، اون بلاها رو سرش در بردن، ادامه یعنی یک بار دیگه تکرار بشه، اون موقع سرخ میشه، یعنی دیگه خون جلو چشم همه رو میگیره. من نمیدونم، من اینجوری فکر میکنم و این واقعا چهره خیلی بدی داره. الان چون بشه سب هم از اون طرف دارن التماس میکنن، هم از طرف آخونده دارن التماس میکنن که بیاین پشیمون ما قبول میکنیم، شما توبه کنید. اصلا دوتایشون دارن یه تبانی میکنن، چون احساس لرزش کردن جفتشون، دو طرفشون میترسن از این بابر. واسه همه میگم یه حالت نارنجی پیدا کرده که به قرمز داره کشیده میشه. نمیدونم حالا برصورت امیدواریم جوانای مردم، فقط دلم به حال جوانا میسوزه آقای پرویز، خدا کمک میکنه. بله. انشالله کمک های شما. قربانشون برم انگلی که میکنید، لطف میکنید، خدا انشالله بهتون کمک کنه. خیلی ممنون، لطف کردید. قربانشون خیلی ممنون. خب روز اول که ما گفتیم که بابا اینا همش اینا با هم هم اینا با هم هم و در این 6 ماه گذشته اینا تونستن اون مخالفینی رو، لااقل یه تعدادی از اون مخالفینی که برای اینا درد سرساز میتونستن باشن، شناسایی کنن. نه اینایی که تو این دادگاه ها دیدین مثل سعید حجاریان و عطریان فر و اینا، نه اینا که بازیکنهای خودشون بودن، منظورم جوانان ایرانی هستش که خب خام اینا شدن و رفتن بیرون و حالا در برابر این بیانیه قرار گرفتن.
معلومه دیگه، حالا شیرین عبادی چه جوابی میخواد بده؟ بالاخره باید یه جوری این مسئله رو به اصطلاح راست و ریسش بکنن، یا اینکه هیچ اعلام بکنن آقا تا دیروز موسوی بود، حالا دیگه ما موسوی رو نمیخوایم، کروبی که هنوز صحبتی نکرده، احتمالاً کروبی هم امروز فردا یه جوری از دولت احمدی نژاد صحبت میکنه، خود شماها بیان این کار رو انجام بدین، که البته خودتون هم میدونین شماها محبوبیتی در بین ملت ایران ندارین، و اگر این کار رو بکنین که اپوزیسیون هم خیلی خوشحال میشه امثال مثل شیرین عبادی بیان این کار رو انجام بدن، اون موقع دنیا میبینه که شما هم هیچ طرفداری ندارین، اون موقع است که شاید دنیا بیاد به طرف اپوزیسیون واقعی، به طرف ملت ایران، و دست در دست ملت ایران بذاره، و من مطمئنم که اونجاست که مردم پیروز میشن، اونجاست که آخوندها واقعا سرنگون میشن و ایران ما میتونه به یه ایران آزاد تبدیل بشه. حالا بیانیه، حالا نامه‌ای که محسن رضایی نوشته، بفرمایید آقای دکتر. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، بفرمایید. سلام، بهتر میاد امشب پرویز خان یا نه؟ تلفن جدید گرفتین آقای دکتر؟ همون باتریاشو عوض کردم. ای بابا، من گفتم یه تلفن جدید میگیرین، یه تلفن به این قرمز رنگم باشه. سه تلفن های بفرمایید آقای دکتر. نه ولی بهتر شده صدا. بله، اول من یه نکته رو خدمت عزیزان بگم که طبق قوانین آمریکا و اکثر دنیا هر نوع تبلیغ خشونت غیرقانونیه. ببخشید آقای دکتر، اینا چرا الان دو سه شبه به ما گیر دادن که ما بیایم این کارو بکنیم؟ من دوباره نمیدونم، بعد از اون جریان مجید صادقی الان دوباره این، البته این بانویی که زنگ زد از یاران رنگارنگه، ولی کلا بعد از اون جریان مجید صادقی یه مدت خوابیده بود، الان دوباره هجوم به طرف ما آوردن که چرا شما اعلام نمیکنین برن آخوندا رو بکشن. آقا شما خدمت عزیزان به خصوص اون بانوی محترمی که زنگ زدن، خواستم به عنوان یه بیننده برده، نه سر پیازم نه ته پیازم، اما صحبت شما بسیار با فراست بود با ایشون، و ایشون باید بدونن که در ایالات متحده آمریکا حداقل این غیر قانونی هستش و به هیچ عنوان اجازه نمیدن فرستنده ای تبلیغ خشونت با ما. راجع به این معذرت میخوام از کار مورد این واژه، ولی این سبلعی رو که شما در صدای آمریکا نشون دادید، یه فیلمی هست بسیار قدیمی از سه تا کمدین هستن به اسم سه احمق یا سه ابله، لری کرلی و ما ایرانی ها تو ایران بهشون میگوزن سه کله پوک. بله، این آقای بابک داد و اون دو نفر دیگه صحبت های شما میگادیم کله پوک خودمون انداخت، که اولش میخوام راجع به این ماجرا براتون عرض کنم که اینها اساسا بیانیه آقای موسوی بسیار روشنه، و عقب نشینی آقای موسوی و اینکه دولت آقای احمدی نژاد رو به مشروعیتش رو قبول میکنه اساسا درش هیچ شکی نیست، و شما به درستی این رو دیشب مطرح کردید. این سه ابله به نظر من کاری که میکنن و سایر طرفداران این جنبش سر، منو یاد یک واژه‌ای در اتیکس یا اخلاقیات میندازه به اسم کژستری. کژستری در حقیقت به معنای این هست کسانی رو میگفتن که کژستریشون و کژستری رو نوعی از اخلاقیات میگفتن، که فلاسفه می آمدن و اعمال کسانی رو که قدرت یا پول داشتن رو